عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، به گفته های علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره احتمال رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی به تندی واکنش نشان داد و از وی خواست به جای رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های داخلی را تقویت کند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران گفت به طور متوسط 60% زندانیانی که وارد زندان‌های کشور می‌شوند معتادند و درصدی هم اگر معتاد نباشند به برخی بیماری‌ها مبتلا هستند. بهزاد رحمانی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، با بیان اینکه افزایش شیوع سرطان در ایران طبیعی به نظر نمی‌رسد گفت در سال‌های گذشته بیشتر شاهد شیوع سرطان‌های معده، مری و غیره بودیم، در حالی که هم اکنون سرطان ریه بیشتر شده و پس از آن همچنان سرطان معده و روده بزرگ از شیوع بالاتری در کشور برخوردارند. امروز جمعه 3 ژانویه قاهره و چندین شهر مصر بار دیگر صحنه درگیری‌های پلیس و اسلامگرایان طرفدار اخوان المسلمین بودند. در این درگیری‌ها 4 تن از معترضان توسط پلیس کشته شدند.